هشدار دوباره برای کوچه ویرویه ستاره ها. ویلکام تو کالدار. بسته نقل و انتقالات تو سراسر دنیا خبرهای شگفت انگیزی رو به گوش شنونده ها میرسونه، اما تو فوتبال ما بعضی از انتقالات دردناکن، دردناک مثل کوچه پرندگان. وقتی باشگاه‌های دیگه‌ای به ورزشکارهای ما یه مبالغ بیشتری رو پیشنهاد میدن، اینکه اونا فکر اون کیفیت و بازی بهتر نیستن، فکر اینن که اون درآمد رو بتونن کسب بکنن برای مدت کوتاه، بتونن اون آورده‌های خودشونو بیشتر بکنن. بازیکن ما تو 20 سالگی که رفته قطر داره بازی میکنه که کیفیت فوتبال 6 برابر از ایران پایین‌تره، ولی پولی 60 برابر بالاتر از ایرانه. فصل گذشته که ما 8 تا بازیکن خوب و آماده تو لیگ قطر داشتیم، الانم که خبر انتقال محمد نوری و آن دو تیموریان به این کشور حسابی تن فوتبال دوستان رو لرزونده. کاپیتان تیم ملی به ام سلال و کاپیتان پرسپولیس هم راهی الموسیمیر شد. بعدن بازیکنان که از ایران قانونی رفتن و در لیگ ما خودمون مجوز داریم جای دیگه برن و بازی بکنن، اگه کادر فنی تشخیص بده میتونن در تیم ملی بازی کنن. صحبت‌های رئیس خندان فوتبال ایرانو شنیدیم، در حالی که ایشون دو ماه پیش انگار نظری متفاوت داشت. بعدن اگه در لیگ‌های بچه‌ای برن که حالا پول بیشتر بگیرن، بازی ضعیف‌تر بکنن، اینا جایگاه در تیم ملی نخواهند داشت. حالا باید دید دلیل چرخش 180 درجه‌ای آقای رئیس چی بوده. از نظر قانونی ما نمی‌تونیم جلوی اونها رو بگیریم. البته ادینیو برزیلی هم از زیر ذره‌بین قطری‌ها پنهان نماند و چمدونش رو برای حضور تو لیگ ستارگان بست و رفت. فصل نقل و انتقالات به نیمه راهش رسیده و درهای خروجی بازیکن‌ها به لیگ‌های بی‌کیفیت هم کماکان بازه. تو این میون قانونگذارای فوتبال هم دست روی دست و چشم به آسمون در انتظار یه لیگ بی ستاره ستاره ها رو میشمارن.